سلام، به فرا خبر خوش آمدید. در این برنامه انتخابات پارلمانی در گروه زدوبندهای سیاسی میان ریاست جمهوری و شورای ملی، تصمیم حکومت درباره سرنوشت برگزاری انتخابات چیست؟ گاوها در هند صاحب وزارتخانه می شوند. با رد فرمان اصلاح سیستم انتخابات در مجلس نمایندگان، فضای بی‌باوری نسبت به برگزاری انتخابات در میان مردم مکدر شده است. حکومت اعضای مجلس نمایندگان را به بی‌علاقگی در برگزاری انتخابات پارلمانی متهم می‌سازد، اما برعکس اعضای مجلس این اتهام را بر ریاست جمهوری می‌بندند. در این میان بسیاری از مردم نسبت به هر دو قوه باور و اعتمادشان را در برگزاری انتخابات از دست دادند. با این همه، نهادهای ناظر انتخابات هشدار می‌دهند که اگر اصلاحات در انتخابات به میان نیاید و لوی جرگه برگزار نشود، مشروعیت حکومت وحدت ملی زیر پرسش قرار خواهد گرفت. اما اصل ماجرا در کشوگیری‌های روند برگزاری انتخابات پارلمانی چیست؟ برای بحث بیشتر در این باره، دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری و عبدالغیور برشان رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان را اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای میناپال، ریاست جمهوری و ریاست اجرایه، در واقع قوه مقننه و قوه اجرایه، همدیگرشان را متهم می‌سازند که علاقه و اراده‌ای در برگزاری انتخابات پارلمانی ندارند. در این میان مردم قضاوتشان چگونه باید باشه؟ کدام یک برحق است، ریاست جمهوری و یا شورای ملی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه د تلونیز او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د ترسره کیدلو لپاره خپل ژمنتیا لري او دا یې ثابته کړې ده. په ټاکنیز نظام کې، په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یوه پروسه را پیل کړې ده، او دا پروسه به د فرامینو تر رده پورې پاته نه شي او روانه به اوسېږي. موږ د ټاکنو د ترسره کیدلو لپاره ټول هغه اقدامات چې راتلونکو ټاکنو ورپورې اړه لري هغه ترسره شوي دي. همدا اوس د ټاکنو د ترسره کیدلو لپاره دوې کمیټې ټاکلې شوې دي، چې یوه امنیتي کمیټه ده په راس کې د کورنیو چارو وزیر دی، تر څو په ټول افغانستان کې د ټاکنو لپاره شرایط وارزوي. دومه مالی کمیټه ده چې په راس کې د افغانستان د مالیې محترم وزیر صاحب دی، هغه له مرسته کوونکو هیوادونو سره د ټاکنو لپاره د پیسو پر پیدا کولو باندې کار کوي. د دې تر څنګ د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د ټاکنو لپاره یو لیک استولی دی. دا ټول هغه اقدامات دي چې د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ټاکنو لپاره، د ټاکنو د ترسره کیدلو لپاره، او په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره خپله پس ریاست جمهوری تمایل و اراده در برگزاری انتخابات پارلمانی داره، شورای ملی نمیخواه انتخابات پارلمانی دغه اقدامات دې معنی ورکوي. د اقدامات څه لپاره دي؟ اقدامات خو د دغه لپاره دي چې موږ هم د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره ژمنتیا لرو، تعهد لرو، او هم د ټاکنو د ترسره کیدلو فرمان در مجلس نمایندگان کاملا به چه معنی است؟ د فرمان د رد مسؤلیت او خو د افغانستان پارلمان لري، هغه صلاحیت لري د دې لپاره. چرا این فرمان رد شد؟ این بیانګر چی؟ دخل دوی سره وپشتي چې ولې دا فرمان رد شد؟ افغانستان چی است؟ چرا این فرمان رد کردن د اعضای مجلس نمایندگان؟ په ټاکنیز نظام کې اصلاحات نه غواړي. که په ټاکنیز نظام کې اصلاحات نه میخوان انتخابات پارلمانی برگزار شود. ټاکنیز نظام کې اصلاحات لومړی شرط دی. باید په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راوستل شي. دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، هم د نړیوالې ټولنې او د مرستندوی هیوادونو غوښتنه ده. بینان دغه تعهد ته په کتو سره موږ باید په ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره اقدام وکړو، او هغه لارې چارې چې ټاکنیز اصلاحات ورباندې راځي پر هغه باندې باید کار وشي. آقای غیر، شما اصل ماجرا در کشوگیرهای روند برگزاری انتخابات پارلمانی را چگونه میبینین؟ در واقع کدام یک طرف نمیخواهند انتخابات پارلمانی برگزار شود، ریاست جمهوری و یا مجلس نمایندگان؟ به نام خدا و درود و سلام بر شما و شنوندگان محترم، همکار ما در بس. اتحادیه حقوقدانان افغانستان از آغاز ماجرا که افغانستان به بحران رفت و دولت فراقانونی به اساس موافقتنامه سیاسی ایجاد شد، در موافقتنامه سیاسی اولویت های کار حکومت فراقانونی مشخص شد تا دولت در چوکات قانون بیاید. با تاسف و دریغ که
سران حکومت وحدت ملی آنچنان که بر مردم وحدت دادن، بر جامعه جهانی وحدت دادن، عمل نکردن. فرصت های کلانی را که ما داشتیم از دست دادیم. من فکر میکنم که از روند کارشان در طول مدت مسئولیتشان دیده میشه که اراده اساسی در ارگ و در سپیده‌دار وجود نداره و اگر می داشت تا به حال یک کاری انجام می شد، حداقل مقدمات این کار انجام می شد. فرضاً با گفته آقای مینه‌پال کارهای صورت گرفته تا اینجا، کارهای صورت گرفته که کارا فکر می کنم که ممکن برای ضایع کردن وقت بوده باشن، نه برای اجرای کار، نه برای کشیدن گری. دلیلش این است که شما خبر دارین اولین فرمان بعد از تقریبا 6 ماه در حوت سال 93 صادر شد که متاسفانه روزی صادر شد که اینا وقتی پخش شد که فلان رئیس است و فلان اعضا است که اینا سفر داشتن برای عربستان، برای واشنگتن، که فرمان برای عملی شدنش متوقف شد. مشکلات سر رهبری بود که شما خبر دارین که خانم بارگزای رئیس زو بود که توافق نظر از رئیس اجرایی وجود نداشت، مشکلات زیاد شد. اتحادی حقوقدان افغانستان در وقت یک عضو داشت در کمیسیون ویژه اصلاح انتخاباتی که 4 ماه ما کار کردیم سر اصلاح انتخاباتی که چگونه میتونیم این کار از مجموع نهادهای مدنی و حقوقدان ها، استادای پنتون، اساتید محترم، ما کمک خواستیم، اونا راهنمایی کردن. مجموع از حقوقدان نظرش این بود که میتونیم به این چوکات به این شکل میتونیم اصلاحات انتخابات رو بیاریم، ولی متاسفانه 4 ماه بعد بدون از اینکه برای کسی اطلاع بتن فرمان دیگه صادر شد. فرمان دیگه صادر شد که آقای آکیفی در راستش آمد و با تجدید چند تا تشکیل از اون کار ادامه یافت. جدا این کمیتام بسیار کار خوب انجام دادن، زمینه ها و فرصت ها رو مساعد ساختن، روندها رو مشخص ساختن که میتونن چگونه میتونن مشکل اساسی این بحران انتخاباتی یا بحران مشروعیت دولت حل بسازن. متاسف که ارگ یا در مجموع حکومت فراقانونی بر اینمی تحقیقات و کارهای چندی ماهی اینمی کمیسیون ویژه اصلاح انتخاباتی وقتی نگذاشت و کار نخواست انجام بده. چرا ارگ نمیخواه انتخابات پارلمانی برگزار شود؟ دلیلش فکر میکنم که چون نمایندهشان یا سخنگوی ریاست جمهوری تشریف دارن و احترام یک مخت دارم برشان، ممکن اینا بگن، ولی باور ما باور مجلس نمایندگان نمیخواد انتخابات پارلمانی برگزار شود. ممکن رد فرمان تقنینی سیستم اصلاح سیستم انتخابات بیانگر این مسئله است. بدون شک مردم افغانستان خبر دارن که در جمعه گذشته تحت عنوان تسلیت برای خانواده فاروق وردک یک تعداد از وکلا را خواستند، برای از اونا دستور دادند که باید نبگن برای زی اصلاح انتخاباتی. این گپ ساده نیست، مردم افغانستان در جریان هستند. با تاسف اگر ارگ بخواهد و اگر ارگ میخواست اینقدر فرمان معطل نمیکرد. از آغاز ببینید که از 29 سنبله سال 1393 آل مد سال 95 قرار داریم. این ای کار قدر مشکل است وقتی که اعضای خانوادهشان خواسته باشند به جای مقررشان به بیرون در وزارتخانه ها آنن فورا در ظرف 24 ساعت اجرا صورت میگیرند. ببینید که حکومت فراقانونی خبر داشت که جامعه جهانی گفت که باور مردم بر انتخابات از بین رفته و ما وحشتناک دیدیم تا وقتی که کمیسیون های انتخابات و شکایت اصلاح نشه. شرط ما ای از کمک که وقتی ما کمک کرده میتونیم حمایت میکنیم که روند دموکراسی مطابق خواسته مردم، مطابق توافقنامه سیاسی عمل شه. این ارگ بود که در این طول مدت و این کار اساسی توجه نکرد که دولت میره به چوکات قانون که امروز ما کمیسیون های اصلاح شده می داشتیم و نمیشد که خبر داریم مردم افغانستان که با کوتاهکاری حکومت فراقانونی ما پارلمان غیر فراقانونی داریم، دولت فراقانونی، مجلس فراقانونی، انتخابات شورای ولسوال نشد، از شورای ولایتی نشد، از مجلس نمایندگان نشد، قانون اساسی ماده 61 نقض شد، ماده 83 نقض شد، ماده 43 قانون انتخابات نقض شد، نقض. ببینید که دولت های دموکراتیک
مطابق قانون یعنی مطیع قانون هستند، یعنی مطابق به قانون عمل کرده خود انجام میکنن. آقای مینپال، چرا ارگ ریاست جمهوری در واقع نمیخواد انتخابات پارلمانی برگزار شود؟ پرسش آقای برشان است. اور د غیر سب گدایوی خبری وضاحت باید وکم شي د تیری جمعه روزه ماته چې په کې د ډاکټر صاحب فاروق وردک د ارواشا دورور غم شریکی و په کې هیڅ باس هم د ټاکنو پاړه باندې نه دي. اما با گفته آقای برشان در این نشست دستور داده شد به اعضای مجلس تا فرمان اصلاح وکیلانو سپشتنه وکی تا شده وکیلانو سپشتنه وکی البته بیخ دیر وکیلان را گلی وش کمی وقت داده شو ویل سور و این عرفات در برخی از محافل سیاسی هم دیگر شنیده شده کاملا گویا رئیس جمهور به اعضای مجلس گفته فرمان تقنینی نپذیرند. در ملی وحدت ده حکومت مشرتابه تر پای هم پر دی باندې ټینګار کاوه چې باید فرمان ترای ورکړل شي ورسی پشتنه وکی د امنیت شورا سنیولې تر اجرایه ریاست پورې تر ارګ پورې هڅه دا تر څو پوری شي مون په قانوني لحاظ باندې ګوره ټول حقوق دانا په دې باندې پوی دي کله شي ټاکنیز اصلاحات راځي دغه اول پیل شي دغه فرمان کله شي فرمان تاییدی لاره ټاکنیز اصلاحاتو ته هواریږي. د دې لپاره چې مونږ په افغانستان کې ډېر څه د ولسي جرګې ټاکنې ولرو، تاسو د تیرو ټاکنو څخه تجربه مونږ لرو، معلومات هم ځینې لرو چې په هغه کې اکثره ولایتونه بې برخې پاتې شول. په ټول افغانستان کې پر دې ټاکنو باندې اعتراضونه وسول، د دې لپاره چې موږ د اعتراضونو مخه ونیسو، د دې لپاره چې ټاکنې سرتاسري شي، د دې لپاره چې هر چا ته هر ولسوالۍ ته هر خلکو ته هر قوم ته خپل حق ورسیږي، نو خو باید د هغه لپاره ټول شرایط برابر شي، عیني او ذهني شرایط ټول برابر شي. د افغانستان حکومت خپله ژمنتیا ثابته کړې ده او فرامین یې استولی دي. دا پروسه پیل ده، د فرامینو له بده مرغه دوه فرامین چې دي هغه رد شوي دي. بیا به هم موږ د افغانستان د ملي وحدت حکومت سلاو مشورو ته دوام ورکړي، له حقوقدانانو سره، له مدني ټولنې سره، تر څو یو ډېر واضح تصویر د راتلونکو ټاکنو په اړه باندې یو ډېره روښانه مشوره د راتلونکو ټاکنو لپاره ورکړي. حکومت به د دوی د لارښوونو په رڼا کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره اقدام کړي. آقای مینپال، به گفته آقای برشان، ریاست جمهوری در واقع وقت را ضایع میکنه. اگر اراده و تصمیم در برگزاری انتخابات پارلمانی در رهبری حکومت وحدت ملی در کاخ سفیدار و کاخ ریاست جمهوری وجود می داشت، در این دو سال یک کار عملی جدی برای برگزاری انتخابات پارلمانی صورت می گرفت. چه کار انجام دادید؟ یعنی در پروسه تا شده وقت ضایع به معنا بول خطغه بل لار دیدیو کی بدیل لار شیش ده خوات من که پټاکنیز نتیجه کارتون چی است؟ نه، که پټاکنیز نظام کې اصلاحات راول خو همدا لار ده، اما در این دو سال نتونستن سیستم مطابق انتخابات افغانستان اصلاح بسازیم. تابع ده قانون یا مطابق ده قانون پا چوکاچ که باید حرکت وکړي. دا په هیڅ صورت باندې د وخت ضایع نه ده. ګوره، که موږ غواړو چې یو ډېر څه سیستم انتخاباتي ولرو، که موږ غواړو چې انتخابات بیا د تیرو د پارلماني ټاکنو په څیر باندې نه شي، د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر باندې نه شي، چې یو پراخ اعتراضات یې د ټول افغانستان په کچه باندې راپورته کړل، اکثره وکیلان او ستاسو په یاد شي کرزي صاحب ته ارګ ته ورغلو او هلته یې شکایت کاو د افغانستان اکثره سیمې یې د ټاکنو صحبات اسولې، نو دا خو ناقص انتخابات دي. نو دا خو سرتاثري انتخابات نو د انتخاباتو یو اصل خو دا دی چې باید سرتاثري شي، ټول خلک پکې ګډون وکړي، ټاکنیز نظام باید اصلاح شي، داسې شي چې د خلکو باور ورباندې راشي، د دې لپاره چې په ټاکنیز سیستم باندې باور راشي، د دې لپاره چې ټول خلک پکې ګډون وکړي، باید هغه شي اقدامات وسي. دا که زمانګیر وي ناچاره دا به کیږي. با گفته آقای برشان، هر زمان رئیس جمهور در آستانه یک سفر خارجیش به غرب و یا هم در آستانه برگزاری یک نشست درباره افغانستان، یک کار نمایشی را به خاطر جلب اعتماد کمک کننده های افغانستان انجام میده در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. در واقع پس از برگزاری نشست یا پس از پایان سفر رئیس جمهور، او کار نمایشی هم بی‌نتیجه به پایان میرسد. هیچ حرکت نمایشی ندی، د دنیا خلک سترګې لري، د دنیا خلک غوږونه لري، او هغه هر څه ویني. په نمایشی حرکت باندې د افغانستان سره څوک همکاري نه کوي. نتیجه کار د سالای حکومت وحدت ملی در راستای اصلاح نظام انتخابات طبیعي دی او هغه واقعي دی او هغه رښتینی دی، او دغه پر سر باندې دنیا تصمیم نیسي او دنیا له موږ سره همکاري کوي. دنیا په دروغ باندې زموږ سره نه ده ولاړ. زموږ اقدامات شمیرلي اقدامات د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې معلوم دي، محسوس دي، په دې خاطر باندې دنیا له موږ سره همکاري. انتخابات پارلمانی چه زمانی برگزار می شود؟ به اساس وعده رئیس جمهور در پاییز امسال
زمان دا په د ټاکنو په کمیسون پورې اړه لري. د حکومت شرایط برابرې، حکومت ورته پیسې برابرې، حکومت د تدارکاتو تخنیکي مسایل کې او د وخت اعلان د نیټې ټاکنه دا د کمیسونونو کار. کدام کمیسون؟ دغه کمیسون چې وروسته به تر ټاکنیز اصلاح وروسته په کار باندې پیل کوي، چې هغه دا د غوراوي کمیټه سوې ده او دغه پروسه روانه. آقای برشان، حکومت جدی از در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها؟ یک گپ بسیار زیبا داشتن نپال صاحب که مردم چشم داره، جهان گوش داره، میبینن. در طول دو سال دیدن که دولت فراقانون چی کار انجام داده، چی وعده هایی کردن که هیچ کدوم میان دیگه برامد. ماده 43 قانون انتخابات میگه که 180 روز قبل از برگزاری انتخابات باید مردم آگاه شوند و 120 روز تقسیم اوقات انتخابات برای مردم باید داده شوند. ببینیم که 180 روز خانمو 6 ماه میشه. نمیفهم که سالی که پیش رو است، اگر به می منوال، به می شکل که وقت ضایع کردن بوده باشه مثل سالهای گذشته، من فکر نکنم که دولت در پی اصلاح کمیسیونهای انتخاباتی بوده باشه. کمیسیونهای انتخاباتی که افغانستان به چالش کشان، به بحران بود. امروز از مرز تا مرکز گروگانگیری است، را مسئولیت نداره، امنیت عمومی افغانستان به خطر مواجه است. شما ببینید که مشکلات مرزی به کجا رسیده و گروگانگیری در بدخشان تا کابل چگونه است، در قندوز چگونه میگذره. کل عوامل برمیگرده به بی‌توجهی حکومت فراقانی، مسئولیت همه اینمی کشتار، گروگانگیری، مسئولیت هایی که فعلا موجود داره، قطعی، قیمتی، مشکلات موجود، نقض قانون، نبود حاکمیت قانون، بیتوجه حکومت فراقانی، بروند قانون. اما این ناامنی ها از گذشته تا حالا ادامه دارد. جنگ و ناامنی از 13-14 سال به این سوز دامنگیر مردم افغانستان شده. فکر من نکنم که با این گسترشی که امروز داره که دامنگیر مردم افغانستان شده، در گذشته ها به این ترتیب نبوده. یعنی عوامل اصلی این بوده که حکومت فراقانونی والیا سرپرست و می ترتیب ما تا به حال وزیر دفاع و وزیر رئیس امنیت که شما در جریان هستین، این مشکلات بوده و است. فکر می کنم که بهتر ای خواد بود که حکومت فراقانونی فرصتی که پیشروی داره بیش از این مردم اذیت و آزار نکنه، به قانون گردن ببانه، خواستهای مردم احترام بکنه و زمینی انتخابات مساعد بسازه تا که جامعه جهانی ما را کمک بکنه و اعتماد مردم دوباره جلب شود که این مشکل ما حل شود. فکر نکنم که به این شکلی که اینا قدم میگذارن ما بتانیم به جایی برسیم. آقای برشان، کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود در برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده و گفته به زودی زمان برگزاری این انتخابات هم همگانی میسازد. ظاهرا معلوم میگرده که انتخابات پارلمانی آینده با نظام کنونی انتخابات و ساختار کنونی و اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی برگزار می شود و هیچ تغییری در اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی به میان نمی آید. همین گونه است؟ این خب یک نقض قانون دیگه است. نمیفهمم که حکومت فراقانونی چطور اجازه میتن که بر کمیسیون انتخابات که نا ایتو بیانیه یا ایتو اعلامیه را پخش بکنن، در حالی که با نقض ماده 61 قانون اساسی مطابق بند 6 ماده 10 و بند ماده 13 قانون تشکیل وسایط انتخاباتی و شکایات و متعدی ماده 25 و 28 اینا عضویت خود کاملا مطابق قانون از دست دادن، قطعا صلاحیت اعلامیه را، در حالی که اونا کارکردشان زیر پاش سوال است، کاملا نامشروع هستند، دوام کارشان ماشان قطعا مشروعیت نداره. از کجا این صلاحیت پیدا کردن که یک تمسخر دیگه است با پرویی تمام یک معضله را خلق کردن و افغانستان بحران ایجاد کردن، باز اعلان کردن انتخابات. معلوم میشه که زیر کاسه نیم کاسه است، این عزت بندای بین ارگ و کمیسیون انتخابات و شکایات وجود داره. اگر نباشه چطور میتونه ارگ میخواد اعضای کمیسیون کنونی همچنان انتخابات ها این در مدیریت کنند؟ ما شما بار از طریق کمیسیون شکایات و انتخابات شنیدیم که اگر سر ما بیشتر فشار بیاریم، ما کل روند انتخابات که به کجا رفته و چقدر تقلب شده، چقدر تخلف شده، کی غیر قانونی آمده به باریکه قدرت تکه زده یا پرسه زده و سرگردی مردم لغت میکنه، برای ما معلوم است، ما افشا میکنیم. در حکومت فراقانونی دهن پروی که وجود داره، بیا اینا جرأت عمل کرده واضح و سری را ندارن.
بله. آقای میناپال، حکومت وحدت ملی چه دهن پوری نزد اعضای کمیسیون های انتخاباتی دارند؟ گره تر چو پوری شی پټاکنیز نظام کې په قانوني ډول باندې اصلاحات راځي، همدغه کمیسیون به یې د دوی څرګندونې د دوی د څرګندونو مخه څوک نشي نیولی. اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده این کمیسیون آماده برگزاری انتخابات پارلمانی، در واقع اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی تمایل دارند تا انتخابات آینده پارلمانی را مدیریت کنند. ظاهرا معلوم میگرده به گفته آقای برشان هیچ اراده به خاطر برکناری اینها وجود ندارد در حکومت وحدت ملی. تشکر. په ټاکنیز نظام کې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د هغوی مرستې مشروطې دي تر دې پورې. د دې لپاره یعنی اعضای کمیسیون انتخاباتي برکنار میشوند. د ټاکنیز اصلاحات پروسه دا پیل شوې ده، په دې معنی چې موږ په ټاکنیز نظام کې اصلاح غواړو. تر څو پورې چې ټاکنیز نظام اصلاح نه شي، د افغانستان د خلکو باور، د نړیوالې ټولنې باور پر انتخاباتو باندې. اما در فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح نظام انتخابات افغانستان هیچ ماده در مورد برکناری اعضای کمیسیون های انتخاباتی ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره دی، دغه د تشکیلاتو دغه د وظایفو لپاره. کله چې دغه فرمان تایید شي، د دوی په تشکیلاتو کې، د دوی په وظایفو کې به تغییر راځي. په وظایفو کې چې تغییر راشي، حتماً به نوي کمیشنران راځي او یو نوی پروسه به دوی پیلوي. اما به گفته آقای برشان، در واقع یک گونه ارتباط میان اعضای کمیسیون های انتخاباتی و ریاست جمهوری وجود داره و از ریاست جمهوری هم جرأت برکناری اعضای کمیسیون های انتخاباتی را ندارند. نمر خودش نسته که ولی په دوی په خپله د قانون څه خبرې کوي. نو په قانون کې خو دا نشته چې زه ورسم یو سړی له لاسه راونیسم ورته یم چې ته ورځه. قانون خپل پروسیجر لري. دغه قانوني لاره به موږ راځو که نوي ټاکو نزد اعضای کمیسیون انتخاباتي کوتاست، زبان کوتاهی دارند. در چی شینه با کم زمان کوتاهی داری؟ با گفته آقای برشان، اگر این اعضای کمیسیون انتخاباتی برکنار شوند، شاید دست به افشاگری های در پیوند با انتخابات پارلمانی انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بزنند. کل شیموری اولی انتخاباتی سیستم ولی رو بیا بنا داغ تعدید نه یه نبا داغ رقم سرگنده و نیم. امور خود دیل پاره شی پراتون که سوک تعدید نشی دیوچا مشورت ترسوان لاندی ران نشی باید چاکنیز نظام اصلاح شی و پراغ باید خلق باور و کی نړیوال اور باید باور و کی کدا غوالو باید پر چاکنیز نظام که اصلاح را ولو او داغ اصلاح هاگه اصلاح تا شی دخل گو دا مشورو پترس که دا قانون پر روناکی بکی. آقای برشان، تصمیم و یا بازی چی است؟ انتخابات برگزار میشه و یا خیر؟ حکومت چی میخواهد بکنه با روند مردم سالاری و برگزاری انتخابات در افغانستان؟ ببینید که اساس کار ما یا مسئولیت ما از اتحادیه قودانا میگیم که کمیسیون های انتخاباتی و کمیسیون های شکایاتی بر مبنای حکم قانون که گفته هر کمیشنری که قانون اساسی و سایر قوانین نافذی افغانستان اینا نقض کنن، عضویت خود اتومات از دست میدن. این جرم مشهود است، نیاز به تحقیق اضافه نداره که کسی بره از دست کسی بگیره بکشه. اما قانون تحت تغییر قرار نمیگیرد. قانون مشکل همیجه است، سوال مردم افغانستان همیجه است که حقوق دارن، که مشکل دارن با حکومت فراقانونی امی است که بارها خواستن که اگر روند قانونمند بسازین. ببینیم که گفتیم که قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخاباتی و شکایتی واضح و سریع حکم میکنه که بند 6 ماده 13 و ماده 13 که هر عضو کمیسیون انتخابات که قانون اساسی یا سایر قانون نافذه افغانستان نقض کنه، عضویت خود از دست میده. ما شما دیدیم تقریبا 21 مورد قانون اساسی و سایر قانون نافذه افغانستان قانون انتخابات نقض شده. ولی اگر حکومت فراقانونی خواسته باشه برای اصلاح انتخابات بسیار ساده است. خب در فرجام چی میخواه حکومت؟ میخواه انتخابات پارلمانی برگزار شود و یا خیر؟ ولی فرصت غنیمت میشمارن، فرصت غنیمت میشمارن، همونطوری که بسیار به سادگی که اصلا انتظارش نداشتن به رهبری حکومت آمدن. مردم افغانستان بدون توجهی که مثلا آقای اشرف غنی حمدزی حق ورود بر ریاست جمهوری و کاندیداتوری را داشته باشه، مردم افغانستان به خوشی ازی و به امید ازی که آدم دانشمند است می افغانستان رو جور میکنه. نگفتن که تو تابعیت دوگانه داری، حق نداری به انتخابات اشتراک بکنی. با این فکر که با اغماز ارفاق برخورد کردن که آدم به کار را انجام بده، ولی با تاسف که آمده کار را که مردم انتظار داشت ناتوان ترین آدم بوده در رهبری افغانستان، چی که در هر کجا ممکن این توانمندی را نمی داشت. یک آدم که توانمندی رهبری حکومت نداره، برای حکومتی که
که نیازمند یک آدم کارا، توانمند، با حوصله مدیر ضرورت بود که منافع مردم افغانستان را مد نظر می داشت. با تاسف که انتظار مردم به هوا رفت. خیلی کوتاه آقای مینپال، متاسفانه طور قضاوتونه شخصی وی د افغانستان قوانین د خلکو په ټاکنه کې او د خلکو په کاندیدوري کې کاملا وضاحت لري او ټول شی راغلي دی غلې او قانوني مجرا سره راغلي دی. فکر کوم که شخصي قضاوتونه په افغانستان کې هیڅ نه دي سوي او کسړي د واقعیت لیندارو د عینکو دغه ته وګوري، افغانستان ته وګوري، ډیر څه سوي دي. سپاسګزارم از حضورتان در برنامه مهمانان عزیز و ممنون از شما بیننده ها. هم در اخیر یک خبر کوتاه. شورای جهانی هندو از دولت هند خواستار تعیین ضرب الاجل برای تشکیل وزارتخانه رفای گاو برای حمایت از نسل گاوها در هند شده است. شاخه حمایت از گاو شورای جهانی هندو از نرندرا مودی نخست وزیر هند خواسته است تا وزارتخانه جداگانه برای بهبود گاوها در هند تشکیل شود. این شورا خواهان تعیین ضرب الاجل برای ایجاد وزارتخانه رفای گاو برای حمایت از نسل گاو در این کشور شدند. آنها میگویند همان طوری که برای بخش‌های مختلف وزارتخانه ها وجود دارد، برای حفظ و حمایت از گاوها هم وزارتخانه تشکیل شود. گفته می شود که در نشست مجلس آینده هند برخی نمایندگان این موضوع را مطرح خواهند کرد. گاوها در هند از دیر باز به عنوان موجودات مقدس پرستش شدند، اما از زمان رویکار آمدن حزب بهارا تا جاناتا گاوها جایگاه سیاسی نیز یافتند، چرا که سیاستمداران هندی به تازگی از گاوها به عنوان ابزار برای انتقاد و انتقام جویی از یکدیگر بهره میبرند. سال پیش یک کشاورز هندی به این دلیل که شایع شده بود گوشت گاو را به عنوان غذا مصرف کرده است به دست پیروان آیین هندو کشته شد. این حادثه خشم یک نماینده را در پارلمان هند برانگیخت، اما عصبانیت وی از کشته شدن کشاورز نبود. خشم وی به دلیل بازداشت قاتلان پیرمرد بوده است. این نماینده هندی بازداشت قاتلان کشاورز را ظلم به آنان دانست.